بالاخره تاریخ دقیق انتشار گاداوار رگناراک همراه با یه تیزر مشخص شد. آخر این تیزر کریتوس و آتروس با یه گرگ قولپیکر روبرو شدن که اگه فیلم تور رگناراک رو دیدین یا اساسینز کرید والهالا رو بازی کرده باشین باش آشنایی دارین. به این گرگ توی دنیای نورس فنریر میگن. حالا فنریر کیه؟ بریم یه سری به ریشه های یکی از ترسناکترین موجودای دنیای نورس بزنیم و ببینیم چه داستانی داره. قبل از اینکه ادامه بدیم لطفاً حواستون باشه که اگه دوست ندارین چیزی از داستان بازی گاداوار 2018 یا حتی اتفاقای احتمالی گاداوار رگناراک براتون لو بره از دیدن ادامه ویدیو صرف نظر کنین. در همین حین که دارین ویدیو رو میبینین لطفاً دکمه لایک رو هم بزنین که با این کار به رشد چنلمون و دیده شدن بیشتر این ویدیو کمک خیلی زیادی میکنین. در ضمن اگه میخواین خیلی مفصل‌تر در مورد دنیای نورس بدونین ما این ویدیو درست کردیم و از لحظه پیدایش تا وقوع رگناراک رو توضیح دادیم. پس اگه مواردی توی این ویدیو واسه تون گنگ بود یا سوال شد واسه تون یادتون نره که به اونم سری بزنید. فکر کنم این وره به این وره. فنریر پسر خدای شرارت دنیای نورس یعنی لوکی و جاینتی به اسم انگربوداست. وقتی اودین طبق پیشبینی از وجود بچه های لوکی یعنی فنریر، یورمنگنده و هل با خبر میشه و میفهمه که در آینده برای خدایان ازگارد دردسر درست میکنن، دستور میده اونا رو پیدا کنن و به قلمروی خدایان آوردشن تا ببینن باهاشون چیکار باید بکنن. در نهایت تصمیم بر این میشه که یورمنگنده رو به دریایی که دور تا دور سرزمین میانی یعنی میدگارد رو فرا گرفته بفرستن. هل رو به قلمروی مردگان یعنی هلهایم و برای اینکه حواسشون به فنریر باشه و اون رو تحت کنترل داشته باشن پیش خودشون نگه دارن. What is this? فنریر روز به روز بزرگ و بزرگتر می شد و این روش انقدر غیر طبیعی و تمام نشدنی بود که اودین و بقیه خدایان وحشت کردن و تصمیم گرفتن که اون رو زندانی کنن. اونا به بهونه زورآزمایی اون رو چند بار به زنجیره بزرگ و به ظاهر محکم بستن. ولی این زنجیره برای این گرگ قولپیکر جو که بیش نبود و خیلی راحت همشون رو پاره کرد. در نهایت اودین پیش کوتوله‌هایی به اسم پسران ایوالدی رفت. کلاً توی دنیای نورس کوتوله‌ها به ساخت ابزار جادویی و خیلی قدرتمند مشهورن. اینا هم یه سری عنصر عجیب و غریب مثل چه میدونم ریشه کوه و نفس ماهی و آب دهان پرنده رو میگیرن و باش نه یه زنجیر بلکه یه چیز شبیه روبان درست میکنن. خدایان یه بار دیگه از فنریر میخوان که قدرتش رو بهشون نشون بده. فنریر با اینکه شک کرده بود اما نهایتا قبول کرد. ولی این بار دیگه موفق نشد خودش رو آزاد کنه. اون توی یه مکان متروکه در حالی که یه شمشیر آروارش رو باز نگه داشته بود روز به روز کینش از خدایان عمیق و عمیق‌تر شد تا زمانی که بالاخره رگناراک فرا رسید. فنریر که حالا آزاد شده بود هر چیزی که سر راهش بود و نابود کرد تا بالاخره به اودین رسید و با بلعیدن آلفادر اون رو به قتل رسوند. به این ترتیب اودین به سرنوشتی که این همه تلاش کرده بود ازش فرار کنه گرفتار شد. یکی از پسرای اودین به اسم ویدار با دیدن کشته شدن پدرش چنان خشمگین میشه که به سمت فنریر حمله ور میشه و با از هم دریدن آروارش اونو میکشه. راستی اینم بگم که فنریر دوتا بچه به اسم اسکال و هاتی داره. این دوتا گرگ خورشید و ماه رو دنبال میکنن و طبق پیشبینی ها وقتی که بالاخره اونا رو بگیرن دنیا توی تاریکی فرو میره و قیامت دنیای نورس به اسم رگناراک شروع میشه. این هم داستان اساطیری امروزمون. حالا لازمه چند تا نکته در مورد گاداوار بگم. اول اینکه اگه یکم با بازی گاداوار که توی اساطیر یونان جریان داشتن آشنایی داشته باشین میدونین که نویسنده گاداوار برداشت روایت خودشون رو پیاده کردن و خیلی سفت و سخت پایبند به اساطیر نبودن که بیان دقیقا همون رو پیاده کنن. ما هم با گفتن ریشه های اساطیر دنیای نورس هدفمون این نیست که بگیم دقیقا همه چیز گاداوار رگناراک این اساطیر رقم میخوره و بیشتر هدفمون اینه که با شخصیت های نورس و ریشه هاشون آشناشین و وقتی یه شخصیت جدید دیدین کلی سوال توی ذهنتون ایجاد نشه که این اصلا کیه و چی کار میکنه. حالا احتمالا واسه تون سواله که آخر بازی گاداوار 2018 ما فهمیدیم که آتروس همون لوکیه. اگه قرار پدر یورمنگنده رو فنریر باشه یا حداقل عامل به وجود اومدنشون باشه پس چجوری بچه‌هاش همزمان با نوجوانی خودش حضور دارن؟ داستان یورمنگنده رو توی بازی فهمیدیم. یورمنگنده به خاطر ضربه محکمی که تور توی رگناراک بهش وارد کرده بود توی زمان سفر کرده و به قبل از تولد خودش برگشته. طبق گفته‌های میمیر ما میدونیم که فنریر توی زمان گاداوار حضور داره و زندانی هم شده. جدا از فنریر تازه اسکال و هاتی هم توی این خط زمانی حاضرن.
ولی طور به فنری که دیگه ضربه نزده. و اصلا پاسخ به این سوال که فنرین اینجا چیکار میکنه یکی از بزرگترین سوالایی که کل بازی باید بهش جواب بده. حالا خود گاداوار 2018 جاهای مختلف اشاره های ریز و هوشمندانه ای داره که طوری اینکه آتروس به فنریر و یورمنگرنه رفتاره رو ثابت میکنه. ضمن اینکه این نکته های جوره به این سوال که آیا فنریر یکی از باس فایت های بازیه یا نه جواب میده. البته که نهایتا هر چیزی ممکنه. توی بخشی از بازی میمیر گفت که یورمنگرنه گفته که چهره آتروس واسش آشناست. این میتونه به این معنی باشه که بازی خودش با زبون بی‌زبونی داره به ما میگه که آقا آتروس توی حضور یورمنگندر و فنریر بی تاثیر نمیتونه باشه. همچنین در طول بازی گاداوار 2018 آتروس بارها اشارهای کوچیکی به گورگا میکنه. مثل وقتی که کریتوس بهش در مورد خدا بودنش میگه و اولین سوالی که آتروس میپرسه اینه که میتونم به گورگ تبدیل شم، یا وقتی که کریتوس گورگا رو میکشه و آتروس دلش واسهشون میسوزه. همچنین اینم بگم که توی قسمتی از نقاشیایی که توی آخر بازی دیدیم آتروس رو میبینیم که کنار سه تا گورگ در حال قدم زدنه. در نهایت یکی از تئوری‌هایی که حضور فنریر رو توجیه می‌کنه سفر به زمانه که خب با شناختی که از گاداوار داریم اصلاً بعید نیست. برنامه برای خرید گاداوار دارین؟ می‌خواید پیش خریدش کنین، روز عرضه بخرینش یا اصلاً صبر کنین تا قیمتش بیاد پایین؟ منتظر نظراتتون هستیم و یادتون نره که اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً اونو لایک کنین و اگه هنوزم به کانال یوتیوبمون سابسکرایب نکردین اون دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنین. و یادتون باشه وینتر از کامینگ. Are not alone.